عرض سلام و احترام دارم خدمت همراهان گرامی فرادرس. بنده امید زندی هستم. در این آموزش می‌خواهیم به فیلتر اکتیو پایین گذر بپردازیم. فیلترها یک سری مدارهای الکترونیکی هستند که برای اصلاح، تغییر شکل و یا حذف بخشی از و یا همه محتویات ناخواسته یک سیگنال الکتریکی و عبور محتویات مورد نظر استفاده میشه. در خیلی از کاربردها ما از سنسورها استفاده می کنیم. برای اندازه‌گیری ولتاژ، جریان، فشار، سطح مایع، فلو و غیره ما از انواع مختلف سنسورها استفاده می کنیم و خروجی اغلب سنسورها تحت تاثیر نویز هست. مثلا نویز ناشی از کابل‌های فشار قوی و یا امواج الکترومغناطیس و غیره. حال ما برای اینکه اثر این سیگنال‌های ناخواسته رو بر روی سیگنال اصلی حذف بکنیم، میایم از فیلترها استفاده میکنیم. برای مثال این سیگنال آبی رنگ میتواند سیگنال ولتاژ برق شهر باشه که توسط یک سنسور اندازه‌گیری شده و دارای نویز خیلی زیادی هست. ولی اگر از یک فیلتر مناسب استفاده بکنیم، این سیگنال آبی رنگ تبدیل به این سیگنال قرمز رنگ میشه که کاملا ماهیت سینوسی داره و سینوسی بودن ولتاژ برق شهر رو هم به خوبی نشون میده. فیلترها کلن به دو دسته اکتیو و پسیو تقسیم بندی می شوند. منظور از فیلتر پسیو اینه که برای ساخت اون از المانهای پسیو مثل مقاومت، خازن و سلف استفاده بشه و در نوع اکتیو هم از المانهای اکتیو مثل تقویت کننده های عملیاتی استفاده می کنیم. مثلا در اینجا یک فیلتر پسیو رو مشاهده می کنید. با استفاده از ال، C و RL ساخته شده و همینطور در اینجا یک فیلتر اکتیو رو مشاهده می کنید که در اینجا از یک تقویت کننده عملیاتی استفاده می کنیم. مهمترین مزیت فیلترهای اکتیو نسبت به پسیو اینه که علاوه بر حذف نویز می تواند تقویت سیگنال رو هم انجام بده. در نوع پسیو ما فقط می تونیم بگیم که مثلا فرکانس های بین 0 تا 100 هرتز بدون هیچ گونه تقویت و تضعیفی عبور پیدا بکند و فرکانس‌های بالاتر از 100 هرتز تضعیف بشه. ولی در نوع اکتیو ما میتونیم بگیم که فرکانس‌های بین 0 تا 100 با بهره 10 تقویت بشه و بقیه سیگنال‌ها تضعیف بشه. این از مزیت‌های خوب فیلترهای اکتیو هست. 4 نوع مهم فیلترها رو در اینجا مشاهده می‌کنید. این فیلتر لو پاس فیلتر و یا فیلتر پایین گذر هست. فیلتری که فرکانس‌های پایین رو عبور میده و فرکانس‌های بالایی رو حذف می‌کنه و یا اثر اون رو به شدت کم می‌کنه. این فیلتر های پاس فیلتر هست و یا بالا گذر که فرکانس‌های پایینی رو عبور نمیده و فرکانس‌های بالایی رو با بهره زیادی عبور میده. این فیلتر بند پاس فیلتر هست و یا فیلتر میان گذر که فرکانس‌های میانی رو عبور میده و فرکانس‌های خیلی پایین و خیلی بالا رو حذف میکنه. قرینه منطقی این فیلتر هم میشه بند ریجکت فیلتر و یا فیلتر میان نگذر که به اون فیلتر ناچ هم میگوییم. این فیلتر به این صورت عمل میکنه که فرکانس های خیلی پایین و بالا رو عبور میده و یک سری فرکانس میانی رو از خودش عبور نمیده. ما در این آموزک میخواهیم به فیلتر پایین گذر بپردازیم و در آموزک های دیگه هم سایر فیلترها رو بررسی میکنیم. همونطور که گفتیم برای ساخت این فیلترها اغلب از تقویت کننده های عملیاتی استفاده میکنیم. به جرات میشه گفت که آپمپ ها یکی از پرکاربردترین المان ها در مدارهای الکترونیکی هستند. در نمونه عملی یک IC 8 پایه داریم، مثلا IC LM741. ولی در مدارهای الکترونیکی آپمپ ها رو به این شکل نشون می دهیم، با یک مثلث پایه های ورودی با مثبت و منفی مشخص میشه و ولتاژ این پایه رو هم با VO نشون میدیم. در این صورت کار یک تقویت کننده عملیاتی اینه که اختلاف ولتاژ بین پایه های ورودی رو تقویت می کند، یعنی VO میشه A ضرب در E. هر گونه اختلاف ولتاژ بین پایه مثبت و منفی ورودی وجود داشته باشه با بهره A تقویت میشه که این بهره A فوق العاده بزرگ هست. دیاگرام پین ها رو هم برای IC های واقعی در اینجا مشاهده میکنید. پایه های 2 و 3 IC همون ورودی های منفی و مثبت هستند. پایه 7 و 4 تغذیه مثبت و منفی هستند. منظور از اکتیو بودن یک آپمپ اینه که برای اینکه آپمپ بتواند تقویت ولتاژ رو به این صورت انجام بده، ما حتما باید برق اون رو وصل بکنیم. تغذیه مثبت به پایه 7،
تغذیه منفی هم به پایه 4 متصل میشه. بعد از اینکه این تغذیه رو وصل کردیم، حال میتونیم ولتاژی که میخواهیم تقویت بشود رو به پایه های 2 و 3 IC به این صورت متصل بکنیم و ولتاژ تغییر شده رو هم میتونیم در پایه 6 IC دریافت کنیم. اما این A فوق‌العاده بزرگ هست. مثلا A میتواند برابر با 100 هزار و یا 1 میلیون باشه و در خیلی از کاربردها برای اینکه به یک بهره ولتاژ پایدار و تثبیت شده برسیم از فیدبک منفی استفاده میکنیم. به این صورت که بین پایه 6 و پایه 2 IC یک امپدانس پسیو رو قرار میدیم، ZF. ولتاژ ورودی VI رو هم از طریق یک امپدانس ورودی ZI به پایه 2 متصل میکنیم. پایه 3 IC رو هم به صورت مستقیم به زمین متصل میکنیم. اگر همچین اتفاقی بیفتد، یعنی در مدار فیدبک منفی داشته باشیم، در این صورت ما میتونیم ولتاژ پایه های مثبت و منفی رو یکسان در نظر بگیریم. اگر این نقطه رو 0 ولت لحاظ بکنیم، ولتاژ پایه منفی هم همون 0 ولت هست. تأثیر این فیدبک منفی باعث میشه که تحلیل مدار هم خیلی راحت بشه. ZI و ZF میتوانند R, L و C باشه و بستگی به نوع اونها انواع مختلف فیلترها ساخته میشه. بیایم این جریان رو با I نشون بدهیم. I برابر میشه با اختلاف ولتاژ دو سر این امپدانس تقسیم بر خود امپدانس. این ولتاژ 0 هست، این ولتاژ هم همون VI هست. پس اختلاف ولتاژ دو سر ZI VI هست که اگر اون رو تقسیم بر ZI بکنیم این جریان به دست میاد. از طرفی در تقویت کننده های عملیاتی جریان پایه های ورودی 0 آمپر هست. بنابراین جریان I که از این شاخه وارد این گره میشه کلن از این مقاومت عبور میکند. پس جریان ZF هم همون I هست. ولتاژ دو سر ZF همون VO هست. سمت چپش 0 ولت هست و سمت راستش همون VO هست. و طبق قانون اوهم جریان مقاومت ZF به سمت راست میشه منهای VO تقسیم بر ZF. اختلاف ولتاژ تقسیم بر امپدانس میشه جریان. این منفی رو در اینجا از این جهت در نظر گرفتم که پولاریته مثبت در سمت راست قرار گرفته و این جریان I هم از پایه منفی وارد میشه. حالا این دوتا بخش رو در نظر بگیریم، میتونیم نتیجه بگیریم که VO برابر میشه با منهای ZF تقسیم بر ZI ضرب در VI و یا VO تقسیم بر VI که اون رو با AV یا بهره ولتاژ نشون میدهیم میشه منهای ZF تقسیم بر ZI. حالا با توجه به این که ZF و یا ZI چه مدار پسیوی هستن، ما میتونیم انواع مختلف فیلترها رو داشته باشیم. لازم نیست که ZI و ZF فقط یک مقاومت باشن، میتوانند ترکیبی از خازنها و مقاومتها رو هم به این صورت در ZI و یا در ZF قرار بدیم. مثلا برای ساخت یک فیلتر اکتیو پایین گذر کافیه که در ZI یک مقاومت RI رو قرار بدیم و در ZF هم RF و CF رو با هم سری بکنیم. پس در اینجا ZI امپدانس ورودی همون RI هست و ZF هم میشه کل امپدانسی که در این بخش قرار گرفته. امپدانس مقاومت همون RF هست، مازی میشه با امپدانس خازن. امپدانس خازن میشه 1 تقسیم بر CF ضرب در S که اون رو ساده بکنیم میشه RF تقسیم بر 1 به علاوه RF ضرب در CF ضرب در S. حال بهره ولتاژ میشه منهای ZF تقسیم بر ZI. این دوتا رو بر هم تقسیم میکنیم، در این صورت منهای RF تقسیم بر RI ضرب در 1 تقسیم بر 1 به علاوه RF CF ضرب در S به دست میاد. S رو میتونیم همون فرکانس در نظر بگیریم و در اینجا میبینیم که اگر S رو به سمت بی‌نهایت میل بدهیم AVS برابر با 0 میشه، چون این S در مخرج قرار گرفته. بنابراین در اینجا اگر فرکانس خیلی بزرگ بشه ولتاژ خروجی 0 میشه. از روی شکل هم میتونیم این رو نشون بدیم. امپدانس یک خازن یا ZCF میشه 1 تقسیم بر CF ضرب در S. اگر فرکانس خیلی بزرگ بشه
این عبارت به سمت صفر میل می کند. یعنی این خازن تمایل دارد که اتصال کوتاه بشه. که اگر این اتفاق بیفتد در این مسیر VO دقیقاً به این نقطه متصل میشه که ولتاژ این نقطه هم 0 ولت هست. حال اگر بیایم S رو به سمت صفر میل بدهیم، RF CF ضرب در S 0 میشه، مخرج میشه 1 و کل این کسر هم میشه 1. بنابراین A V S برابر میشه با منهای RF تقسیم بر R I. پس در فرکانس های خیلی پایین نسبت ولتاژ خروجی به ورودی میشه منهای RF به R I. که مثلا ما میتونیم RF رو 10 برابر R I در نظر بگیریم. یعنی نسبت دامنه ولتاژ خروجی به ورودی میشه 10. علاوه بر حذف نویز، این مدار میتواند تقویت سیگنال رو با بهره 10 انجام بده. بیایم RF تقسیم بر RI رو با AV 0 نشون بدیم، بهره ولتاژ در فرکانس های پایین. همچنین اومگای C رو به صورت 1 تقسیم بر CF ضرب در RF تعریف می کنیم که واحد اون هم رادیان بر ثانیه هست. در این صورت AVS بهره ولتاژ میشه منهای AV 0 تقسیم بر 1 به علاوه S تقسیم بر اومگای C. و برای به دست آوردن پاسخ فرکانسی کافیه که به جای S از J اومگا استفاده بکنیم. AV J اومگا برابر میشه با منهای AV 0 تقسیم بر 1 به علاوه J اومگا تقسیم بر اومگای C. حال اندازه AV J اومگا رو به دست میاریم که میشه اندازه منهای AV 0 تقسیم بر 1 و علاوه J اومگا تقسیم بر اومگای C. اندازه صورت همون AV 0 هست و مخرج هم یک عدد مختلط هست که اندازه اون میشه رادیکال 1 و علاوه اومگا تقسیم بر اومگای C به توان 2. حال در اینجا میتونیم از یک تقریب استفاده بکنیم. فرض بکنید که اومگا کوچکتر از اومگای C باشه. در این صورت اومگا تقسیم بر اومگای C کوچکتر از 1 هست، به توان 2 هم برسد باز هم کوچکتر میشه. پس میتونیم از این ترم در مقابل 1 صرف نظر بکنیم. کل مخرج تقریبا میشه 1 و AV 0 تقسیم بر 1 هم همون AV 0 به دست میاد. اما اگر اومگا بزرگتر از اومگای C باشه، در این صورت اومگا تقسیم بر اومگای C بزرگتر از 1 هست، به توان 2 هم برسد باز هم بزرگتر میشه و این بار میتونیم از این 1 صرف نظر بکنیم. در نتیجه این بار این عبارت رو ساده بکنیم، میشه AV 0 ضرب در اومگای C تقسیم بر اومگا. حال میایم در صفحه لوگاریتمی این دو تا عبارت رو رسم میکنیم تا نمودار اندازه پاسخ فرکانسی به دست بیاد. این محور اومگا هست، واحد اون رادیان بر ثانیه. این محور هم اندازه AV J اومگا هست، واحد اون رو دسیبل در نظر میگیریم. این نقطه رو اومگای C در نظر بگیرید. در این صورت برای فرکانس 0 تا اومگای C گفتیم که دامنه میشه AV 0 که به صورت دسیبل میشه 20 لوگاریتم AV 0. برای فرکانس های بزرگتر از اومگای C، AV 0 ضرب در اومگای C تقسیم بر اومگا به دست میاد. که 20 لوگاریتم این عبارت رو محاسبه بکنیم و رسم بکنیم، یک خط به این صورت به دست میاد. 20 لوگاریتم AV 0 ضرب در اومگای C تقسیم بر اومگا برابر میشه با 20 لوگاریتم AV 0 منهای 20 لوگاریتم اومگا تقسیم بر اومگای C. شیب این قسمت میشه منهای 20 دسیبل بر دیکی. یعنی اگر فرکانس 10 برابر بشه، مقدار دامنه 20 دسیبل کمتر میشه. پس به این نمودار پاسخ فرکانسی نگاه بکنیم، میبینیم که فرکانس های پایینی عبور داده میشه با بهره AV 0 و هرچه فرکانس بالا باشه تضعیف بیشتری بر روی سیگنال انجام میشه. به این بخش پهنای باند میگوییم، باند فرکانسی که سیگنال با تقویت عبور داده میشه و اومگای C همونطور که قبلا نشون دادیم میشه 1 تقسیم بر CF ضرب در RF. با استفاده از خازن CF ما میتونیم پهنای باند فیلتر رو تنظیم بکنیم. همچنین AV 0 هم برابر هست با RF تقسیم بر RI.
با استفاده از RF هم و یا RI میتونیم بهره در پهنای باند و یا باند عبور رو تنظیم بکنیم. به عنوان مثال میخواهیم یک فیلتر اکتیو طراحی بکنیم که فرکانسای بالاتر از 100 هرتز رو حذف بکند و فرکانسای پایینتر از 100 هرتز رو 10 برابر تقویت بکند. این 100 هرتز F هست، 100 هرتز، و از اینجا اومگای C به دست میاد، میشه 2P ضرب در F که معادل 200 پی رادیان بر ثانیه هست. حال اومگای C برابر هست با 1 تقسیم بر RF ضرب در CF. این عبارت باید برابر با 200 پی باشه. این یک رابطه هست. همچنین بهره هم میخواهیم برابر با 10 بشه. AV 0 میشه نسبت RF و RI باید برابر با 10 باشه. ما در اینجا دو تا معادله داریم ولی سه تا مجهول، RF, CF و RI. پس بی نهایت جواب رو خواهیم داشت. مثلا میتونیم RI رو 10 کیلو اوهم در نظر بگیریم و در این صورت طبق این رابطه RF باید برابر با 100 کیلو اوهم باشه و از این رابطه هم میتونیم CF رو به دست بیاریم. CF برابر میشه با 1 تقسیم بر 200 پی ضرب در RF که میشه 2 پی ضرب در 10 به توان 4 فاراد. البته واحد مقاومت کیلو اوهم هست، پس در اینجا هم واحد خازن میشه میلی فاراد. 1 تقسیم بر 2 پی ضرب در 10 به توان 4 میلی فاراد که میتونیم اون رو با واحد نانو فاراد هم بیان بکنیم. این عبارت رو در 10 به توان 6 ضرب میکنیم و میلی فاراد رو به نانو فاراد تبدیل میکنیم. 10 به توان 6 تقسیم بر 10 به توان 4 میشه 10 به توان 2 و یا 100. 100 تقسیم بر این 2 هم میشه 50. پس خازن باید 50 تقسیم بر پی نانو فاراد باشه. در این صورت فرکانسای بالاتر از 100 هرتز هست میشه و یا تضعیف میشه و فرکانسای پایینتر از 100 هرتز هم با بهره 10 تقویت میشه. در مثال دوم میخواییم نشون بدهیم که این فیلتر پایین گذر هست و سپس پهنای باند اون رو تعیین میکنیم. از روی خود مدار میتونیم این رو نشون بدهیم. اگر فرکانس نزدیک صفر باشه خازنها مدار باز میشه. پس این شاخه مدار باز میشه، این شاخه هم مدار باز میشه. جریان ورودی پایه های آپمپ هم همواره صفر هست. پس چون جریان در R2 و R1 هم صفر هست، ولتاژ این نقطه میشه همون VI و این آپمپ هم به عنوان یک بافر عمل میکند چون ولتاژ خروجی دقیقاً به پایه منفی فیدبک شده. در نتیجه اگر ولتاژ این نقطه VI باشه، ولتاژ اینجا هم میشه همون VI که نشون میده VO همون VI هست. پس در فرکانس های پایین ورودی و خروجی با هم برابر هستند. اما اگر فرکانس خیلی بالا بره خازنها اتصال کوتاه میشن. پس C2 رو اتصال کوتاه بکنیم، چون ولتاژ این نقطه میشه 0 ولت، ولتاژ اینجا هم میشه 0 ولت. پس چون ولتاژ پایه های مثبت و منفی آپم یکسان هست، ولتاژ اینجا که همون VO هست باز هم میشه 0 ولت. پس میبینیم که فرکانس های پایین از VI به VO منتقل میشن و فرکانس های بالا حذف میشن. پس این مدار یک فیلتر پایین گذر هست. حال در ادامه پهنه باند رو محاسبه میکنیم یا همون اومگای C. این نقطه رو به عنوان مرجع در نظر میگیریم. ولتاژ خروجی VO هست و ولتاژ اینجا هم باز هم VO هست. در نتیجه ولتاژ اینجا هم باید همون VO باشه. همواره ولتاژ پایه های مثبت و منفی آپمپ به شرطی که فیدبک منفی داشته باشیم برابر هستند. ولتاژ این نقطه رو هم میتونیم با V1 نشون بدیم. امپدانس C2 میشه 1 تقسیم بر C2S. امپدانس C1 هم میشه 1 تقسیم بر C1S. در VO در این نقطه KCL می‌نویسیم. مجموع این سه تا جریان باید 0 باشه. جریان پایه مثبت آپم 0 هست. جریان C2 میشه C2S ضرب در VO و علاوه جریان R2 هم میشه VO منهای V1 تقسیم بر R2 برابر با 0. در V1 هم یک KCL می‌نویسیم. جریان R1 میشه V1 منهای VI تقسیم بر R1. جریان R2 هم میشه V1 منهای VO تقسیم بر R2. جریان خازن C1 هم میشه C1S ضرب در V1 منهای VO برابر با 0. از معادله اول V1 رو به دست میاریم. طرفین رو در R2 ضرب بکنیم و این V1 رو به سمت دیگه منتقل بکنیم، V1
برابر میشه با 1 به علاوه R2 C2S ضرب در V O. حال در معادله دوم به جای V1 از این رابطه استفاده میکنیم. V1 منهای V I میشه 1 به علاوه R2 C2S ضرب در V O منهای V I تقسیم بر R1. و طبق همین رابطه میتونیم بگیم که V1 منهای V O تقسیم بر R2 میشه این عبارت. و یا این بخش رو به سمت دیگه منتقل بکنیم، V1 منهای V O تقسیم بر R2 به دست میاد که معادل C2S ضرب در V O هست، به علاوه C1S ضرب در V1 منهای V O. V1 منهای V O تقسیم بر R2 برابر شده با C2S ضرب در V O. و این رابطه رو در R2 هم ضرب بکنیم، این صورت V1 منهای V O میشه R2 ضرب در C2S ضرب در V O. حال طرفین این رابطه رو در R1 هم ضرب میکنیم و این منهای V I رو هم به سمت دیگه منتقل میکنیم. کل این رابطه برابر با صفر میشه، در نتیجه سمت دیگه برابر با V I هست. V I برابر میشه با، در اینجا ضریب V O میشه 1 به علاوه R2 C2S، به علاوه این ترم رو در R1 ضرب کنیم میشه R1 C2S، به علاوه این ترم رو هم در R1 ضرب کنیم میشه R1 C1S ضرب در R2 C2S ضرب در VO. و از اینجا نسبت VO به VI به دست میاد که میشه 1 تقسیم بره این بخش میشه R1 C1 R2 C2 S به توان 2، به علاوه این دوتا رو هم در کنار همی نیسیم R2 C2 به علاوه R1 C2 ضرب در S در نهایت به علاوه این 1. طبق این رابطه هم اگر S به سمت بی‌نهایت میل بکند، چون در مخرج S به توان 2 داریم، کل این کسر به سمت 0 میره و اگر S رو هم 0 بذاریم این دوتا ترم صفر میشه و 1 تقسیم بر 1 1 میشه. بنابراین مثل قبل اگر اندازه پاسخ فرکانسی رو رسم بکنیم، یک نمودار بدین صورت به دست میاد. ولی نسبت به مدار قبل، این مدار این مزیت رو داره که تضعیف بیشتری رو هم میتونه برای سیگنال های ناخواسته انجام بده. قبلا فیلتر مرتبه اول بود، اما در اینجا فیلتر مرتبه دوم هست. اگر فرکانس رو خیلی بزرگ در نظر بگیریم، این دو تا ترم رو میتونیم حذف بکنیم و فیلتر تقریبا میشه 1 تقسیم بر R1 C1 R2 C2 S به توان 2. پس چون در اینجا توان S 2 هست، در این صورت در باند توقف، یعنی در این قسمت، میتواند تضعیف بیشتری رو بر روی سیگنال انجام بده. حال به لحاظ ریاضی پهنه باند فرکانسی هست که A V J اومگا برابر با 1 تقسیم بر رادیکال 2 بشه، اندازه پاسخ فرکانسی برابر با 1 تقسیم بر رادیکال 2 بشه. البته این به شرطی است که در باند عبور بهره برابر با 1 باشه، که در اینجا این اتفاق می افتد. ولی اگر مثلا در اینجا بهره A V 0 هم داشتیم، در اینجا هم ما میایم این 1 رو در A V 0 ضرب می کنیم. ولی در این مدار بهره در باند عبور 1 هست، پس اندازه پاسخ فرکانسی رو معادل 1 تقسیم بر رادیکال 2 قرار میدیم. حال A V J اومگا برابر میشه با 1 تقسیم بر، در اینجا به جای S از J اومگا استفاده میکنیم. در این صورت 1 منهای R1 C1 ضرب در R2 C2 ضرب در اومگا به توان 2، به علاوه R2 C2 به علاوه R1 C2 ضرب در اومگا J به دست میاد، که حال اندازه اون میشه اندازه این کسر و اون هم معادل هست با 1 تقسیم بر رادیکال 1 منهای R1 C1 R2 C2 اومگا به توان 2 به توان 2، به علاوه R2 C2 به علاوه R1 C2 ضرب در اومگا به توان 2. این عبارت رو برابر با 1 تقسیم بر رادیکال 2 قرار می دهیم و اومگایی که به دست می آید پهنای باند هست، یعنی این فرکانس اومگای سی رو مشخص میکنه و میتونیم بگیم که از فرکانس 0 تا اومگای سی بهره برابر با 1 هست و برای فرکانس های بالاتر از اومگای سی تا
تضعیف شدیدی رو برای سیگنال خواهیم داشت. برای اینکه ساده تر این مسئله رو حل بکنیم، میایم فرض میکنیم که R1 برابر با R2 برابر با R باشه، C1 برابر با C2 برابر با C باشه. در این صورت این رابطه میشه 1 تقسیم بر رادیکال 1 منهای R C اومگا بتان 2 بتان 2 و علاوه 2 R C اومگا بتان 2. اون رو برابر با 1 تقسیم بر رادیکال 2 قرار میدیم. میایم در مخرج R C اومگا بتان 2 رو برابر با T در نظر میگیریم. پس این عبارت میشه 1 منهای T بتان 2 و علاوه همچنین 2 RC اومگا بتان 2 هم میشه 4 ضرب در RC اومگا بتان 2 که دقیقاً معادل 4 T هست و داخل رادیکال باید برابر با 2 بشه. حال این بخش رو هم ساده میکنیم، میشه T بتان 2 منهای 2 T و علاوه 1 و علاوه 4 T باید برابر با 2 بشه. پس تی بتان 2 به علاوه 2 تی به علاوه 1 باید برابر با 2 بشه. سمت چپ دقیقا میشه تی به علاوه 1 بتان 2 که باید برابر با 2 بشه. جذر میگیریم تی به علاوه 1 باید برابر بشه با مثبت و منفی رادیکال 2 و در نتیجه خود تی هم میشه مثبت و منفی رادیکال 2 منهای 1. که حال چون RC اومگا بتان 2 بزرگتر مساوی 0 هست، در اینجا هم جواب مثبت رو باید انتخاب بکنیم که رادیکال 2 منهای 1 هست. RC اومگا بتان 2 یا همون T میشه رادیکال 2 منهای 1 و جذر بگیریم RC اومگا میشه رادیکال 2 منهای 1. در نتیجه از اینجا ما میتونیم اومگای C رو به دست بیاریم. رادیکال 2 منهای 1 تقسیم بر آر سی رادیان بر ثانیه که تقریبا میشه 64 صدم تقسیم بر آر سی رادیان بر ثانیه. مدار مرتبه اول دارای پهنه باند 1 تقسیم بر آر سی بود، ولی در اینجا 64 صدم تقسیم بر آر سی هست، یعنی پهنه باند حدوداً 36 درصد کوچکتر میشه، ولی در مقابل تضعیف بیشتری در باند عبور فراهم میشه. میتونیم نمودار اندازه پاسخ فرکانسی رو برای همدیگر رسم بکنیم. مدار مرتبه اول بدین صورت بود. این مدار اول هست. پهنه باند اون اومگا سی یک هست که برابر هست با 1 تقسیم بر آر سی رادیان بر ثانیه. اما در اینجا پهنه باند اومگا سی هست که میشه 64 صدم اومگا سی یک. پهنه باند کوچکتر میشه، ولی در مقابل تضعیف بیشتری در باند ریجکت فراهم میشه. شیب این نمودار 20 دسیبل بر دیکی هست، ولی شیب این نمودار میشه 40 دسیبل بر دیکی. نکته آخرم این که در مداری که تحلیل کردیم در باند عبور بهره برابر با 1 بود، ولی اگر بخواهیم یک بهره بزرگتر از 1 داشته باشیم، در اینجا به جای اینکه اتصال به صورت مستقیم انجام بشه، ما میتونیم در اینجا یک مقامت RF قرار بدیم. در اینجا هم یک مقامت RC رو قرار میدیم. در این صورت دوباره تحلیل ها رو انجام بدهیم. AV0 بهره در باند عبور میشه 1 به علاوه RF تقسیم بر RC. مثلا RF رو 9 برابر RC در نظر بگیریم، در باند عبور سیگنال خروجی 10 برابر سیگنال ورودی هست. با استفاده از R1، R2، C1 و C2 هم میتونیم پهنه باند رو تنظیم بکنیم.